سلام، به تماشا خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو از جشنواره نور زمستانی در محله کناری وارف لندن اجرا میکنم. این هفته در تماشا، به استقلال رسیدن هند و شکوفایی هنر مدرن این کشور. گپی با محمد یعقوبی درباره تجربه کارگردانی نمایشی در ایران و در کانادا. وقتی در سال 1947 هند به استقلال رسید، یه تعدادی از هنرمندای ساکن بمبئی گروهی تشکیل دادن به نام گروه هنرمندان پیشرو. چندی نگذشت که این هنرمندان با آثار خلاقانه و نوگرایانشون نشون دادن که هنر مدرنیستی هند حرفای زیادی برای گفتن داره. اخیراً مرکز فرهنگی ایجیا سوسایتی نیویورک نمایشگاه مفصلی از آثار این هنرمندان مدرنیست برپا کرده بود. آثاری که نه تنها بازتاب دهنده جامعه هند در سالهای اولیه استقلالند، بلکه سوالات جذابی درباره فرهنگ امروزی ملت هند مطرح می‌کنند. اینجا گالری هنر مدرن دهلیه که در سال 1954 میلادی تأسیس شده، یعنی 7 سال بعد به استقلال رسیدن هند. این که با به پایان رسیدن دوره استعمار یکی از اولویت‌های فرهنگی دولت تأسیس موزه مختص هنر مدرن بوده، گویای اینه که هند نو از همون ابتدای استقلال مصمم بوده با تحولات جهانی همگام بشه. این نقاشی‌ها کار مقبول فدا حسین، یکی از اعضای گروه هنرمندان پیشروه. گروهی که در سال 1947 همزمان با به استقلال رسیدن هند تشکیل شد و تا نیمه دهه 50 میلادی هم فعال بود. این گروه نمادگرایی هنر هند رو که پیشینه هزاران ساله داره با تکنیک‌های مدرنیستی بین‌المللی ترکیب کرد و نشون داد که چطور ملت هند در پی اونه که جزوی از نظم مدرن جهانی باشه. امروز تصور ما از مفهوم ملی‌گرایی خیلی تصور محدود و بسته‌ایه. ملت به مفهومی بدل شده که قرار چارچوب‌های کاملاً مشخصی داشته باشه و کسی هم به گنجوندن هویت‌های متفاوت در دل این تعریف چندان علاقه‌ای نداره. این تعریف محدود تکثر رو حتی در خود هند هم تحمل نمی‌کنه. هیچ کدوم از اعضای گروه هنرمندان پیشرو چنین تصوری از مفهوم هویت ملی نداشتند. تصورشون این بود که هند دیگه آزاد شده و این به معنای برابری هند با جهان غربه. اونها در عرصه مدرنیسم بین‌المللی برای خودشون نقشی همپای هنرمندان غربی قائل بودند. در این گزارش خواهیم دید که چطور گروه هنرمندان پیشرو در عین اینکه گرایشی خوشبینانه به جهانی شدن دارند، تضادهای درونی پروژه برساختن یک ملت در هند رو نشون میدن و شکافهای طبقاتی و تنشهای مذهبی رو در دل خودشون جا دادن. این سوال رو مطرح میکنیم که چرا گروه هنرمندان پیشرو چنین نقش نمادینی در هنر دوران پسا استعمار ایفا کردند. در سال 1947 بعد دهه‌ها تلاش و مبارزه، هند بالاخره به استقلال رسید. اما این استقلال تبعاتی هم در بر داشت که مهمترینش دوپارگی این شبه قاره و به وجود آمدن دو کشور مختلف، یعنی هند و پاکستان بود.
تنش میان هندوها و مسلمانان علت اصلی این جدایی بود و در جریان این جدایی خونهای زیادی به زمین ریخت. بیش از 1,000,000 نفر در قتل عام‌هایی که به دست هندوها و مسلمانان صورت گرفت کشته شدند و بسیاری هم به فرار یا کوچی اجباری تن در دادند. در این میان گروه هنرمندان پیشرو سعی کردند به رغم تمام خشونت‌های مذهبی که در جریان بود تصویری مثبت از هند نو ترسیم کنند. با بروز شکاف و دو پاره شدن شبه قاره هند به نظر میرسه دو گفتمان ملی کاملا مستقل متولد میشه. از یک طرف هند ایده حکومتی سکولار رو مطرح میکنه، خواهان جدایی دین از حکومت و هویت ملی خودش رو به مذهب گره نمیزنه. از طرف دیگه پاکستان هویتش رو بر اساس مذهب تعریف میکنه و بر اساس دین اسلام. پس از یه طرف هند سکولار رو داریم و از طرف دیگه پاکستان مذهبی رو. اعضای اصلی این گروه در ابتدا 6 نفر بودند. این 6 نفر پیشینه ها و مذاهب متفاوتی داشتند و از طبقات و کاست های مختلف بودند. در این دوران دوتا از معروفترین هنرمندان این گروه حسین فدا مقبول و سید حیدر رضا هستند که هر دو مسلمانند. هر دو خویشاوندانی دارند که آن طرف مرز در پاکستان زندگی می کنند و خودشون رو پاکستانی می دونند. این واقعیت که این دو هنرمند به پاکستان نرفتند در این برهه از نظر نمادین بسیار مهمه، چون اونها معتقد به تکثرگرایی دینی هستند و چند مذهبی و چند فرهنگی بودن رو بخشی از حیات و پویایی جامعه می دونند. در آغاز گروه هنرمندان پیشرو مارکسیست‌های سرسخت بودند. تمرکز بسیاری از کارهای اولیه این گروه بر نابرابری جامعه هنده. این آثار هم فقر جامعه را ترسیم می‌کنند و هم با لحنی گزنده ثروتمندان این جامعه را مسخره می‌کنند. با این حال زمانی که گروه هنرمندان پیشرو به الگویی برای هنرمندان مدرن هند تبدیل شدند، دیگه مدت‌ها بود عقاید مارکسیستیشون رنگ باخته بود و به نقاشای شهرت پیدا کرده بودند که آثاری امیدوارکننده درباره زندگی دهقانان پدید میارن. از میان هنرمندان این گروه، هنرمندی که آثارش بیش از دیگران حال و هوایی روستایی داره، حسین فدا مقبوله. حسین هند رو به شکل خلقی از پا افتاده تصویر نکرد، بلکه بالعکس تصویری گاندیوار از ملت هند در آثارش به وجود آورد. گاهی حسین با جوامع روستایی مستقیماً برای خلق آثار هنری همکاری می‌کرد و نقاشی‌هاش رو در جشنواره‌های محلی به نمایش می‌گذاشت. اون بیشتر از اینکه بخواد سبک زندگی هندی رو به تصویر بکشه، در پی اون بود که آثارش بخشی از این زندگی بشه. گروه هنرمندای پیشرو هر چند در آثارشون بر زندگی روستایی تاکید داشتن، اما خودشون بسیار جهان وطن بودن و آزادانه شمایل ها و نقش مایه های هنر سنتی هند رو با تکنیک های مدرنیستی اروپایی در هم می آمیختن. یکی از دلایل برگزاری این نمایشگاه این بود که تصوری رو که در غرب از مدرنیسم هست به چالش بکشیم. این روزها بحث های زیادی درباره مدرنیسم آلترناتیو یا مدرنیسم متفاوت مطرحه. بحث هایی درباره اینکه کشورهای غیر غربی هم مدرنیسم خاص خودشون رو دارن که با مدرنیسم اروپا و آمریکای شمالی متفاوته. مثلا در کشورهایی مثل چین، هند و ایران. اما نکته دیگه‌ای که میخوام مطرح کنم اینه که مدرنیسم همیشه و به شکل بنیادی مثل یک گیاه پیوندیه. همیشه داره چیزهایی رو از جاهای دیگه وام میگیره. حتی اگر به مدرنیسم اروپایی یا آمریکایی هم نگاه کنید، میبینید که اونها هم دارن به جوامع غیر غربی نگاه میکنن و ایده مدرنیسم رو به سرچشمه های الهامی از نقاط دیگه دنیا پیوند میزنند. از میان هنرمندان گروه پیشرو،
سوزا بهترین حرف رو میزنه و میگه اگه میگین هنر هند اقتباسیه، درباره آثار مکتب پاریس که این همه از هنر افریقا و شرق الهام گرفته چی میگین؟ از دهه 60 میلادی به بعد تعدادی از اعضای این گروه از جمله سید حیدر رضا و وی اس گایتونده همگام با جریان‌های مدرنیسم بین‌المللی به نقاشی آبستری یا انتزاعی رو آوردند. اونها تحت تاثیر اکسپرسیونیسم انتزاعی هنر امریکا قرار گرفتن و در این حال مجذوب این مسئله شدند که چطور خود این آثار هم متاثر از خطاطی شرق دور پدید اومدن. سید حیدر رضا و گایتونده با تکیه بر این سرچشمه‌های شرقی تکنیک‌هایی از هنر چین و عناصری از شمایل نگاری هند رو در کارشون آوردن و تونستن هنر مدرنی چند فرهنگی خلق کنن. آثار فرانسیس نیوتن سوزا تصویری خشن‌تر از رابطه هند با دنیا عرضه می‌کنه. کار سوزا به خلاف کار همگروهی‌هاش ستیز جویانه، خشن و شوک‌آور بود. سوزا در ایالت گوا در حاشیه جنوب غربی هند به دنیا آمده بود. ایالتی که زمانی مستعمره پرتغال بود و کلیسای کاتولیک در اون قدرت داشت. در طول زندگی سوزا صحنه‌های بسیاری با نقش‌مایه‌های مسیحی به تصویر کشید. به خصوص صحنه‌های نظیر رنج بردن، شکنجه دیدن و به صلیب کشیده شدن مسیح. مسیحی که گاهی حتی شکل و شمایلی هیولاوار پیدا می‌کرد. تکرار این شمایل نگاری مسیحی در آثار متعدد سوزا از خشم اون نسبت به تاریخ استعماری حکایت داره. از دهه 80 میلادی به بعد هندوهای ملیگرا مدام قانون اساسی چند مذهبی این کشور رو به چالش کشیدند و به دنبال رسمیت پیدا کردن فرهنگی در هندند که فقط و فقط بر باورهای آیین هندو استوار باشه. رشد گرایش‌های ضد مسلمانی هنر رو هم به عرصه‌ای برای پرداختن به اختلافات مذهبی تبدیل کرده. در سال 2006 پیروان افراطی آیین هندویسم حسین فدامقبول رو به حرمت شکنی متهم کردند و او را برای نقاشی پیکره برهنه الهگان آیین هندو به دادگاه کشیدند. در پی جنجال‌هایی که این ماجرا برانگیخت، حسین در سال 2007 با ترک هند به تبعیدی خودخواسته تن داد و تا زمان مرگ در سال 2011 به هند برنگشت. واقعیت اینه که به تصویر کشیدن شخصیت‌های مذهبی آیین هندو در هیئت پیکره‌های برهنه سنتی هزاران ساله داره. حسین هم مثل سایر اعضای گروه هنرمندان پیشرو در سراسر عمرش از تاریخ هنر هند به عنوان سرچشمه الهام بهره برده. از پای نقاشی‌های حسین خیلی معروفند. از منظر گفتمان‌های سکولار هم این اسب‌ها اهمیتی نمادین دارند، چون دلالت‌ها و معناهای مختلفی میتونن داشته باشن. حسین شیعه بود و میدونید که در مراسم تعزیه که نظیرش در ایران هم هست، ذوالجناح اسب حسین ابن علی اهمیت زیادی داره. این یکی از دلایل حضور و اهمیت اسب در کار حسینه. اما از طرف دیگه اسب در آیین هندو هم اهمیت داره. طبق باور هندوها، نریان‌های سفید عرابه‌های خدایان را می‌کشیدند و در آیین‌های مرتبط با مراسم پادشاهی اسب‌ها رو آزاد می‌کردند تا آزادانه بدوند و اونها هر کجا که می‌تاختند زمین زیر پاشون قلمرو پادشاهی محسوب می‌شده. بنابراین می‌بینیم که حتی سوژه‌ای به سادگی اسب چطور می‌تونه در یک کار چند ارجاع مختلف مذهبی و فرهنگی داشته باشه. برای همین فکر می‌کنم گروه هنرمندان پیشرو اینقدر نمادی‌اند از وحدت و کثرتی که در درون جامعه هند وجود داره. در این نمایشگاه 71 سال بعد از تشکیل این گروه می‌خواستیم ببینیم چرا اینقدر اونها سمبولیکند. آیا در روایت و مدل اونها از ملت هند چیزی هست که امروز هم به کار ما بخوره؟
واضحه که من فکر میکنم خیلی چیزها هست. محمد یعقوبی نویسنده و کارگردان تئاتر ایرانی مدتیه که به کانادا مهاجرت کرده و در تورنتو ساکنه. او در کانادا علاوه بر اجرای نمایشنامه‌های به زبان فارسی، بعضی از کاراشو به زبان انگلیسی هم اجرا میکنه. یکی از این کارا نمایشنامه رقص خواهرسپاره هاست که اخیراً در تورنتو به زبان انگلیسی اجرا شده. سام فرزانه که 20 سال پیش در تهران این کار رو به زبان فارسی بر روی صحنه دیده، حالا در تورنتو به دیدن نسخه انگلیسیش رفته. نمایشنامه رقص کاغذپاره ها مجموعی از چند نمایشنامه کوتاه نوشته محمد یعقوبیه. ماجراهای هر کدوم از اپیزودهای این نمایشنامه از بقیه مستقله و اونچه که اونها رو به هم وصل میکنه محل رویدادهاست. اتاقی در یکی از هتل‌های بندرانزلی، اتاق شماره 25، عددی که برای یعقوبی نشانه است از اعتراض به سانسور. من خب تا سالها مشکلم این بود که همیشه میخواستیم یه چیزی رو اجرا بکنیم، میگفتن این کلمه نباید توی تئاتر ایران، میگفتن این نباید باشه، فلان چیز نباید باشه. همیشه هم مشکلم بود که دلم نمیخواست اگه کلمه ای قرار شخصیت یه کلمه ای رو بگه که ناگفتنیه، اون ادبیاتش رو عوض کنم. این خیلی برام رنج‌آور بود که از آدم انتظار دارن که شخصیت که مثلا قراره فوش بده، کلمه به جای مثلا چه میدونم گوه خوردی، نمیدونم شما میتونید پخش کنی یا نه، بگه غلط کردی. و واسه همین همش فکر می‌کردم چی کارش باید بکنم. یه جور هواداری از دیالوگای شخصیتام بود. You wanna keep walking around and reciting love poems to yourself? Oh moon, without you one night. Thank you for the sandwiches. او تصمیم میگیره که به جای همه کلمه‌هایی که باید سانسور بشن، یک کلمه واحد بگذاره. اولش کلمه‌های عجیب غریب گفتم. مثلا به جای هر چیز، مثلا به جای چه می‌دونم این دوست دخترمه که یه زمانی تئاتر ایران نمی‌شد، گفت الان نمی‌دونم چطوره، بگه این لامپه به مثلا. دیدم نه جواب نمیده، چون لامپ معنا داره. هر چی می‌ذاشتم یه معنایی داشت. بعد گفتم بگین این 25 منه. Isn't that what you want? I don't like girls. Period. What? 25 اصل 25 قانون اساسیه که میگه سانسور ممنوع است. یعنی ما قانون اساسی کشورمون میگه سانسور ممنوعه، به همین دلیله که وقتی که یه کاری ممنوع میشه یا میگن چه، هیچ وقت سندی به تو نمیدن که این کلماتو بردار. و اینکه خودشون میدونن کار غیر قانونیه که بگن اینو نگو اونو نگو. یعنی اصل 25 به صراحت داره میگه که کسی رو نمیشه ممنوع کرد از بیان اندیشش. واسه همین من این بازی رو باش کردم. در واقع یک جور شوخی با سانسور بود. بعدها گفتم چه خوب میشه پس اسم اتاقی هم که توی این هتل میگذره بشه 25، چون 25 دیگه عدد محبوب نمایشنامه من شد. محمد یعقوبی دانش آموخته رشته حقوقه، اما او هیچ وقت از این تخصص برای کار استفاده نکرد، برای اینکه از همان دوره دانشگاه جذب نویسندگی و کارگردانی تئاتر شد. Okay, well, why don't I give you my office address and then you can come in and see what I can do, okay? واقعیت اینه که حقوق بنوشتنم خیلی کمک کرد، برای اینکه اساساً حقوق مواد قانون قابل برداشت، قابل تفسیر، یعنی جمله ساده هزار جور میشه تفسیرش کرد. و این یعنی نوشتن نمایشنامه زیرمد داره، همونطوری که ماده قانونی زیرمد داره. خیلی به نوشتنم کمک کرد. راستش بخوام، من خیلی فکر می‌کنم قبل از اینکه حقوق بخونم خیلی تو آسمون بودم. حقوق منو چسبوند به زمین. یعنی کاری کرد که خیلی واقع بینانه به دنیای اطرافم نگاه بکنم. من از این نظر میتونم بگم که بخشی از موفقیتم و مدیون خوندن حقوق هستم. در سالهایی که او کار تئاتر را به صورت جدی شروع کرد، زمینی بودن یا به قولی امروزی بودن موضوع نمایش‌هایش وجه تمایز او با دیگران شد. Roy, open the door. Bye. دون دوره تئاتر ما اشباع شده بود، یا از تئاترایی که درباره گذشته بود که باید اونا تئاتران باشن، که پر از دف و این داستانا بود، یا تئاتر ابزورد، بی دلیل ابزورد، برای اینکه نمیشد درباره روزگار خودت بنویسی، همش تو ناکجا میگذشت که اونام باید باشن ها. ولی موضوع بود که یه چیزی کمتر دیده میشد، اونم انسان ایرانی این روزهای ما بود. مردمی که یعقوبی در نمایشنامه‌هایش از آنها مینویسد، مردمی از طبقه متوسط هستند
کسانی که دغدغه‌ها و رفتارهایشان را او به خوبی می‌شناسد. زمستان 66 او گزارشی است از روزهای وحشت در تهرانی که زیر حمله موشکی عراق بود. روایت آدم‌هایی که با شنیدن صدای هر انفجار از اینکه همچنان زنده هستند خوشنود می‌شدند و از اینکه زنده ماندنشان به معنی مرگ دیگری است از احساس خود شرم می‌کردند. یک دقیقه سکوتش روایتی است از روزگاری که بر نویسندگان ایرانی گذشت، از کشته شدن و بیم مردن به خاطر انتشار عقاید و افکار. نوشتن در تاریکیش داستان اعتراض‌ها و بازداشت‌های روزنامه‌نگاران در سال‌های اخیر است. بگو برای چی داری نرمش می‌کنی؟ آی بگی میرم پیکارم، بگو. برای که موهام داره سفید میشه. و خشکسالی و دروغی که نوشته هم درباره پنهانکاری در روابط بین آدم‌ها در جامعه ایران است. رضا خیلی مرتب می‌پوشی. خیلی برات مهم شده چی بپوشی. دلم نمی‌خواد با خودت برسی. چرا؟ برای اینکه زنا به توجه می‌کنه. کدوم زنی آخه به من توجه می‌کنه؟ ببین من شغلم اینجا میکنه به خودم برسم. مجبورم میکنی بیام این بدیهی ترین چیزا رو به توضیح بدم بعدم میاد. شغل تو عوض کن. بله؟ شغل تو عوض کن. تو طرز فکر تو عوض کنی منطقی تره. من از شغلت خوشم نمیاد. شخصیت‌های محمد یعقوبی و درامی که این آدم‌ها می‌سازند همگی ریشه در دغدغه‌ها و روابط همان قشر متوسط ایرانی دارد که حالا به دلیل مهاجرت از آنها دور افتاده. اگه کسی در جهان امروز یه نویسنده ایرانی نتونه دور از ایران درباره ایران بنویسه، من فرضم بر اینه که یا با اینترنت ارتباطی خوبی نداره یا اساساً هرگز درباره انسانی معاصر نویسنده توانایی نبوده، وگرنه میتونه هر روز بدونه که چه اتفاقی داره در ایران میفته. منظورم حال هوای ایران دیگه، و الا که خبرای بزرگ که همیشه به گوش آدم ها میرسیده. I'm going to Canada. What did you say? I said I'm going to Canada. Why would you want to go to Canada? They're after me here. Why? من با ایران در ارتباطم همش. در این حال یه آزادی هم اینجا دارم که در ایران نمیتونستم داشته باشم. دیگه چی از این بهتر؟ I have a brilliant idea. You get ready by the time we count to 100. Great idea. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. یکی از مهمترین اتفاقایی که در مهاجرت برای من افتاده احساس آزادی برای نوشتنه. گرچه من در ایرانم اینجوری به نظر می اومد که یاغی بودم و همیشه چیزی رو می نوشتم که به نظر می رسید که غیر قابل اجراست و براش می جنگیدم، ولی به هر حال هر کاریش می کردی تو انگار که دیواری وجود داره جلوت، و درسته که من سعی می کردم از اون دیوار برم بالا، ولی اون دیواره بالاخره می دیدم جلوی چشمه. ولی وقتی اینجا اومدم دیگه اون دیواره وجود نداشت و این خیلی کیف داشت. باعث شد که من نبضو نوشتم که ممکن بود واقعا الان اگه ایران بودم نمینوشتمش، ممکن بود، یعنی اولویت من نمیشد. برای اینکه با خودم میگفتم تا کی قراره یه چیزی بنویسم بدم فلانی بخونه بگه نه این اجازه اجرا نداره. We here at the Caspian Sea, so your head is in your phone all day long. Do you know how much the dollar is now? I don't want to know. نبض یکی از اپیزودهای نمایش رقص کاغذپاره هاست. قصه زنی که نمیخواهد در شرایط اقتصادی امروز ایران بچه دار شود و شوهرش که به هر قیمتی میخواهد بچه داشته باشد، حتی بدون رضایت زن. It's the woman's duty to go to her man when he asks for it. It's not even funny as a joke. Seems like you need to be forced. I'll scream if you touch me. Whoa. خیلی تحت تاثیر این فضای دلار که گرون شده تو ایران و اینکه چقدر تاثیر گذاشته روی مناسبات آدم‌ها، روی روابط آدم‌ها، بر اساس این نوشتمش. و در کنارش این سوال بسیار مهم که وقتی که اینقدر وضعیت بحرانیه، وقتی این همه آدم‌ها مشکل دارن و خودشون میگن که وضعیت ما خوب نیست، چطور با شهامت بچه دار میشن؟ و دو تا موضوع داره این پارس و این رابطه‌ای که توش توافق باشه بین زن و شوهر برای رابطه جنسی، چون یکی از موضوعاتیه که من همیشه دارم میخواست بنویسم که یک تو رابطه زن و شوهری اگه هر کدوم نخوان و اون یکی بخواد و بخواد وادار کنه که بهش تمکین کنه، این اسمش تجاوزه. نبض یکی از سه اپیزود جدید رقص کاغذپاره هاست که در اجرای انگلیسی به این نمایشنامه اضافه شده. به جز این سه، محمد یعقوبی در اپیزودهای قدیمی این نمایشنامه ها هم تغییراتی داده. من
اینو فاش میگم که جنون تغییر دارم. یعنی برای من نوشتن نمایشنامه یک موجود زنده است همیشه، تا وقتی که زنده و هر زمانی ممکنه تغییر کنه. این مهمترین فرق تئاتر با سینماست. چرا ازش غافل باشی؟ تو فیلمو میسازی و دیگه هیچ کاریش نمیتونی بکنی، همینه که هست و این دردناکه. ولی تئاتر هر زمانی، تا وقتی که نویسندهش هست، میتونه تغییر بکنه. ولی سینما میگم فیلمسازش هم باشه باشه، دیگه نمیتونه. یعقوبی با تغییراتی که در اپیزودهای این نمایشنامه داده، هم دغدغه‌های جدیدی را وارد متن‌هایش کرده و هم آنها را برای مخاطب غیر ایرانی جذاب کرده. رقص کاغذپاره‌ها 20 سال پیش یکی از نخستین نمایش‌های محمد یعقوبی بود که برای تئاتر دوستان ایرانی اجرا شد. بعد از 2 دهه و این بار در کانادا، بار دیگر این نمایشنامه یکی از اولین معرف‌های او به مخاطبانی جدید شد. That is none of your business. 100? What did I just say? Answer me more or less. More. Oh, you are good. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونید روی وبسایت BBC فارسی هم ببینید. اگه خواستین برنامه و گزارش قبلی ما رو ببینید، به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک برنامه‌های غیر خبری BBC فارسی با ما در تماس باشید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.